السلام علیکم دوستان عزیزم، به کانال خودتان رؤی کوکس خوش آمدید. امروز نان اسفنجی آماده میکنیم که بسیار خوشمزه هست. این نان میتونیم صبحانه و عصرانه صرف نماییم و از مزه آن لذت ببریم. حالا میرویم مواد لازمه نان اسفنجی را میبینیم. به این نان اسفنجی به چه مقدار مواد لازمه ضرورت داریم؟ برای آماده کردن یک دانه نان اسفنجی به 3 پیمانه آرد، 1 پیمانه آب، نیم پیمانه ماست، 3 قاشق غذاخوری شیر خشک، 4 قاشق غذاخوری بوره و یا شکر، 1 قاشق چایخوری خمیر مایه، 1 عدد تخم، 1 بر 4 گیلاس مسکه حل شده، 1 بر 2 قاشق چایخوری وانیل، نمک هم به قدر دلخواه و همچنان 1 قاشق چای خوری بیکنگ پاودر لازم داریم. و حالا می رویم سراغ آماده کردن نان اسفنجی. ابتدا به ظرفی که مد نظر گرفتیم که باید در آن خمیر کنیم آب انداخته، بعدا خمیر مایه را به داخل آن علاوه می کنیم. به خاطر از اینکه خمیر مایه ما زودتر برسد، بوره را همی حالا به داخل آن انداخته، چون بوره کمک میکند تا خمیر مایه ما زودتر برسد و یا بلند بیاید. بوره را به داخل آن انداخته خوب شور میدهیم. ببینید دوستان عزیز، خوب شور دادیم و حالا به مدت 15 دقیقه میگذاریم تا خمیر مایه ما برسد. خمیر مایه کاملا رسیده و حالا وقتش است که باید مواد لازمه را به داخل آن علاوه کنیم. اینجا ماست به داخلش انداختیم و حالا 1 عدد تخم مرغ به داخل آن انداخته خوب مخلوط می نماییم. بعد از اینکه تخم و ماست به داخل آن خوب مخلوط نمودیم و حالا شیر خشک گرفته به داخل آن انداخته خوب مخلوط می نماییم، یعنی شیر خشک به داخل آن حل می کنیم. و حالا وقتش است که مسکر را باید به داخل آن بندازیم. ما مسکر را قبلا بر روی آتش آب کردیم که با آسانی به داخل آن حل گردد. مسکر را علاوه کردیم و حالا بیکنگ پاودر و وانیل مندازیم. وانیل به میل دلخواست، ما وانیل به میل دلخواه خود انداختیم. اگر شما هم دوست داشتین میتونین بندازین و اگر نداشتین میتونین نندازین. اینجا آرده در وقت آخر به داخل موادایی را که انداخته بودیم به کاسه به داخل آن مندازیم و خوب با هم مخلوط می نماییم. متوجه باشید دوستان عزیز که خمیر نان اسفنجی نسبتا نرمتر می باشد، سخت هم نمی باشد و نرمتر می باشد. ببینید دوستان عزیز، به این اندازه می باشد خمیر نان اسفنجی. حالا کاملا خمیر آماده هست. ما باید به ظرفی که میخواییم خمیر ما برسه مقداری از روغن علاوه میکنیم و ظرف خوب چرب مینماییم. باید ظرف باشه که بتانیم به داخل داش نیز از آن ظرف استفاده کنیم. و حالا خمیره که کاملا آماده شده به داخل ظرف مندازیم، خوب هموارش میکنیم. متوجه باشید که خمیر نان اسفنجی را سطحش کاملا هموار میکنیم و کدام پخچی و بلندی نداشته باشد، سطحش کاملا هموار شود. و حالا روی ظرف امرای پلاستیک میپوشانیم تا خمیر رویش خشک نشد و میگذاریم تا اندازه آن دو برابر گردد، یعنی خمیر کاملا برسد. حالا خمیر کاملا رسیده هست، پلاستیکه که برویش گرفتیم دور میکنیم و حالا 1 قاشق چای خوری قهوه را گرفته بالای آن 1 قاشق غذاخوری آب مندازیم و خوب مخلوط مینماییم. خوب شور بدهید تا کاملا قهوه به داخل آب حل گردد و بعدا قهوه حل شده را گرفته از چای صاف تیر میکنیم، بالای زردی تخم مرغ مندازیم. قهوه را به خاطر به داخل آن
انداختیم چون به خوش رنگتر شدن روی نان ما بسیار کمک میکند. نان بسیار جلادار میآید، از این خاطر از قهوه استفاده کردیم. ای را بر روی خمیر چرب میکنیم. بعدن به میل دلخواه ما سیادانه و یا خاشخاش بر روی آن میپاشانیم. داش قبلا ما به حرارت 400 درجه فارنهایت گرم کردیم و حالا خمیر گرفته به مدت 25 دقیقه به داخل آن میگذاریم تا پخته شود. نان اسفنجی حالا پخته شد و کاملا آماده است، آماده صرف است. ببینین دوستان عزیز، قهوه را که همراه زردی تخم یک جا نمودیم چقدر به خوش رنگ شدن روی نان اسفنجی کمک کرده است. از این نان خوشمزه میتونید به شبهای رمضانی تان تهیه کنید، بخصوص در وقت سحری آن را صرف نمایید. تشکر از همراهیتان دوستان عزیز. لایک و کامنت و همچنان سابسکرایب یادتان نرد. نظریاتتان برایم در کامنت بنویسید. تشکر از همراهیتان.